سهیلا سهیلا جان جان بفرما. ببخشید خب شما. منم بچه بله نخواستم بله بچه من یه ذره من چون فکر میکنم خیلی نتم رفت چون منتظر بودم وای فای قطع باشه. کردم منتظر بودم آره دیگه تصویرم من مجبور شدم کامرام رو قطع کنم بحث سر چیز بود بحث سر این بود که تعداد ما آقایانمون بیشتر یا خانوما و دلیلش حالا بر اساس آماری که داریم دارید میگه تعداد آقایون بیشتره خب کامل آرزو بگیم مثل که چون این کلیپ رو ممکنه کات میشه، افشین کات میکنه، کامل بگیم داریم در برش صحبت میکنیم. سویلا آره داره به این دلیل نکته اشاره میکنه کامل که بگیم سویلا داره به این نکته اشاره میکنه که ما به این در برای این موضوع صحبت کردیم که چرا تعداد بی خدایان مرد تعدادشون از بی خدایان زن بیشتره. بفرمایید سویلا. داشتم میگفتم که یکی از دلایلش که آرمین به خوبی بهش اشاره کرد و درست هم بود این بود که در واقع تحت فشار هستن زنها توی جامعه چرا؟ به خاطر فرهنگ دینیمون، فرهنگ اسلامیمون نه خب ما سویلا داریم کلی صحبت میکنیم، ولی دینی اسلامی نیست. نه سب کن سب کن آره آره فرانسه و اینا ما کلی من متوجه نشدم مثلا چی گفت سویلا. صداش یه ذره بد بود، گفتی یه دلیلش چی بود؟ بگو. یه نکته بود که خودت اشاره کردی، گفتی به این دلیل که زنها تحت فشار هستن در جوامع. درسته. حالا من در مورد جامعه فارسی زبان خودمون حتما اینو من اعتقاد بهش درسته سفتو. درسته آرمین بذار بگم چرا من الان در مورد کشور خودمون صحبت میکنم، تجربه شخصی به عنوان کسی که میدونید شما تخصص من چی بوده و کار من چی بوده. ببینید وقتی من تو شما با جامعه زنها بانوان مؤنثا فیمیل نمیدونم هر چی اسمشو میذارید مواجه میشید، اولین چیزی که از نوجوانی در اونها میبینید یک ترومایی که اونها دارن و به این دلیل که همیشه تحت مالکیت بودن و براشون تعیین تکلیف شده، در واقع شخصیت در اونها به طور کامل شکل نگرفته. حتی وقتی این افراد میان و در جامعه باز و آزاد قرار میگیرن دیگه به صورت اتوماتیک نمیتونن حتی چیز بکنن، انتخاب بکنن، به این دلیل که بلدش نیستن، یعنی محدودیت رو در ذهنشون ایجاد کردن به صورت یه چیزی که باید باشه، همون ایدئولوژی که داشتیم در موردش بحث میکردیم. حالا این بایدها و نبایدها رو طوری بهش خوروندن که حتی ایکس وقتی میاد به عنوان یک کسی دختری که در یک خانواده مسلمان بزرگ شده در اروپا و امریکا جلوی همزبانان خودش دوباره خودشو میپوشونه در بهترین حالت ممکن، ولی جایی که مثلا ایرانی ها نباشن یا کسایی باشن که نشناسنش خب خیلی راحت تر لباس میپوشه. این محدودیت که در ذهنها ایجاد میشه و بعد این آدم اگر حتی اگر دوباره در خوشبینانه ترین حالت ممکن اگر منابع علمی هم به دستش برسه نمیتونه بفهمه. باز این هم دلیل بعدی بود که میخواستم بگم دخترها کمتر اجازه تحصیل دارن، کمتر اجازه فعالیت در جامعه دارن، حتی کمتر اجازه عضویت در کتابخانه دارن. من خودم کسی بودم که برای رفتن به کتابخانه با پدرم جنگیدم، حتی برای رفتن به کتابخانه پیروز شدم، ولی خیلی سویلا زمینای زیادی داشت. سویلا خب اینو داری تو داری برای من منطق خاص داری صحبت میکنی، ما اگر اون قضیه رو کوچیکشم کنیم تو جوامع شهری یا متمدن تر بخوایم این قضیه ببریم حرف تو درست نیست، چون برای در جوامع شهری بزرگتر عرض کنم که همون اندازه که دخترها اجازه دارن که هر کاری بکنن، حالا بحث کتابخونه و نمیدونم در دسترس قرار گرفتن منابع علمی اینا رو اگه در نظر بگیریم برای پسرها و دخترها به یک اندازه است، خب تقریبا غالبا. خب ببین من بس بیشتر میدونی از نظر من چی، من فکر میکنم حالا خودت هم به عنوان یک حالا خانوم و یکی از همکارای عزیز ما که با ما فعالیت میکنی نمیدونم قبول داری این هر این قضیه رو که خانوم ها بانوان حالا به هر شکلی اصلا کاری ندارم میگم فقط جنبه اشتباه برداشت نکنین این کلام منو، بیشتر درگیر خرافات و ماورا هستند حتی تحصیل کرده، آیا اینو قبول داری؟ یادت من آمار دقیق ندارم ولی تو یک بود میتونم با تو موافقت کنم، اینکه ما هیچ وقت پیامبر زن نداشتیم، شاید زنها اونقدر فرگشت ذهنی نداشتن که به این نتیجه برسن که آو میشه جوامع انسانی رو این شکلی کنترل کرد، به خاطر همین ما هیچ وقت پیامبر زن نداشتیم و همه زنها همیشه فالوئر بودن، یعنی لیدر نبودن،
یا اگر هم بودن تعدادشون خیلی کم بوده، یا اگر هم بودن انقدر پشتیبانی نشدن توسط زنهای دیگه به همون دلیلی که خودت گفتی. خب من اینو اصلا ارتباطش متوجه نشدم با صحبت خودم، الان فالوور بودن یا لیدر بودن من اینو متوجه نشدم. ببین منظورم اینه این که آره که من به عنوان یک ایتیست فعال که خب که بخوام دنبال کننده هایی داشتن که دارم صحبت نمی کنم که خب، اما تو همونو که داری میگی بیشتر از اون اندازه لیدر نبودن، اما تو بحث خرافات و امثال هم نگاه میکنی اکثرشون لیدرن. خب شما وقتی به بحث خرافات و وقتی که به بحث خرافات که میرسی فالگیری میبینی، مثلا به عنوان مثلا فالگیری یا طالبینی میبینی، اکثر خانوم ها همچی تجربه هایی دارن. خب اون اگر هم از دینی اگر هم از دینی میام بیرون، اینا بذار من اینم بگم، اگر هم از دینی، چون من زیاد میبینم، میگم منم خودم چیز میگم اینو فقط بر اساس تجربه شخصی دارم میگم، شاید اصلا کلا حرفم غلط باشه، فقط بر اساس دیدگاهام دارم میگم، وقتی هم که میبینی که از یک دینی هم اومدم بیرون، بارها خودم هم برخورد میکنم، حرفا شنیدم، نظرات مختلفو از مذهب خاصی هم میان بیرون، باز هم گرفتار ماورا هستن، یعنی میرن اعتقاد پیدا میکنن به کارما، نمیدونم اعتقاد پیدا میکنن به فرکانس، نمیدونم این جور چیزایی که خودت میدونی. خب بحث سوده، بحث بنفیته. خب بحث سوده، برای اینکه میبینن توی این مثلا فالگیر، چرا فالگیر آقا نداریم؟ فالگیر خانم داریم به این دلیل که فالگیر آقا هم داریم. حالا خانم‌ها خیلی بیشترن، خودت اشاره کردی، اون حالت فالگیرم یه حالت پیامبرگونه، دانا هم میتونم اینی که من میگم درسته داره، ولی در موضع قدرت مثل پیامبر نیست، در موضع قدرت مثل در واقع مردان نیست. ببین ترس و تروما در زنان، یک این، دو در دسترس قرار نگرفتن اطلاعات در بین خانوم ها. یه چیزی بهت بگم، فکر نکن که در واقع در جوامع پیشرفته چون آزادی هست باید زنها بیشتر انتخاب درست بکنن. اون محدودیت ها و اون مردسالاری ها حالا به شکل مخفی یا ضعیفتر، نه به شدت ایران، اصلا ایران و خاورمیانه که اصلا پرچمدار این موضوع هستن، وجود داره هنوز هم. من همینجا دارم خانم هایی رو میبینم، خانم های هلندی رو میبینم که به یه در واقع شاخه ای از مسیحیت گرایش دارن که طوری لباس میپوشن که مادر بزرگ منم نمیپوشید، یعنی دامن های بلند میپوشن، دور زیر شلوار هم میپوشن و این قانونشونه، این میزان حجابشونه. ببین این هیچ ربطی نداره، بستگی به این داره که خانواده چقدر از کودکی اجازه داده باشه که بچه‌ها. این تجربه شخصی برای نتیجه گیری خیلی کار خوب نیست، من بگم بذارم. درسته درسته، من نه ما هم نمیگیم، اولش اشاره کردیم تجربه های شخصی همه. نه آخه سهیلا جان، چیزی که گفتی من باش مشکل دارم این بود که من گفتم من حدس میزنم دلیلش این است که چرا تعداد مردها تو بی خدایان بیشتره، ولی بعد تو به من جواب دادی که نه این هست حتما، بعد گفتی به خاطر تجربه شخصی و اینا. من گفتم من این من حدسمو فقط حدس نگه میدارم، من نمیام بگم من که نه من جملهمو بعد گفتم، من جملهمو بعد گفتم، هم منظورم همون بود. اوکی. منظورم همین بود که حدسی که زدی با چیزی که من در واقعیت دیدم در جوامع نمونه کوچولو ولی کلان، یعنی تو فکر کن بین 800 تا دختر نوجوان یا بین 300 تا دانشجو همه خانوم، این جامعه نمونه است دیگه از لحاظ جامعه شناسی. میشد اینا رو دید، اینا چیزهایی رو که میدونن و مطمئن هستن رو حتی میترسن بیان، مثل کلاب هاوس حتی میترسن بیان رو استیج و بگن. یه دلیل دیگه هم که میتونه داشته باشه، خب دلیل اولی که من اشاره کردم همون فشار اجتماعی بیشتر برای شرم و اینا علیه زنا هست، به خاطر اینکه اگه دنبال رو نباشن بالاتره، یک دلیلش اینه. یه دلیل دیگه هم ممکنه اگه ذاتی بخوایم دنبال چیزی باشیم که آیا ذاتی فرقی وجود داره بین مرد و زنها که ممکنه باعث بشه که مردها بیشتر بی خدا بشن، همون دلیلیه که ممکنه مردها اصلا دین جدید هم اگه کس قرار بیاره مردها احتمالش بیشتره. خب حالا بی خدایی فقط نه، یعنی حتی اگه قرار باشه حتی عقاید خوب باشه یا عقاید بد باشه، فاشیستی باشه، کمونیستی باشه، انسانگرایی باشه اینا، به خاطر که من فکر کنم ذاتا مردها میل به رقابتشون و میل بولد شدن خودشون تو جامعه براشون بالاتره. خب یعنی این که مثلا تو مقام توی یه جایگاه بالایی تو جامعه داشته باشن و مورد توجه باشن و مردم بهشون افتخار بکنن و یه چیز بزرگی رو باعثش بشن و اینا رو، این تستوسترون
یه مقدار روی این تاثیر داره. یعنی این برای من منطقی تر شد این جواب. اوکی. یعنی اینو این افزایش این میل ها رو تو حتی توی زنهایی که تستوسترونشون بالاتر هست، یعنی که به خودشون تستوسترون میزنن و اینا، یا به دلیل کارهای ورزشی یا به دلیل اینکه میخوان هویت جنسیشون رو عوض بکنن اینا، ما این افزایش این میل ها تو اون زنها رو میبینیم. یعنی میتونیم ببینیم که تستوسترون روی این روش فکری تاثیر میتونه داشته باشه. خب یعنی بگو ببخشید، حالا من انقدر جزئی نشدم، ریز نشدم، یه خورده کلیتر گفتم، چون بابک اشاره کردی فقط در مورد ایران صحبت نمی‌کنیم. من در نتیجهش می‌خواستم همینو بگم، خانم‌ها در ایران نه تنها دسترسی، حتی دسترسی به کتابخانه ندارن. در مورد ورزش خیلی به نکته بسیار مهمی اشاره کردی، به خاطر همینه که انقدر مسائل ورزشی در ایران سرکوب میشه از طرف دولت. یعنی دقیقاً سلامت جسم ارتباط داره با سلامت در واقع منتالیتی و درست فکر کردن و منطقی فکر کردن. یعنی اصلا این شما دقت کنید، دقیقاً تمام کارهایی که جمهوری اسلامی میگه حرامه دقیقاً برعکسشه. یعنی دقیقاً همونا درسته. حالا یه چیز جالب الان به نظر میرسه، یه چیز جالب که میتونیم بگیم اینه که بگیم اگه زنها بیشتر خرافه پذیر هستن، مردها بیشتر خرافه ساز هستن. مردها از زنها بیشتر خرافه ساز هستن. میتونیم اینو بگیم؟ عرض منم هم همین بود. یعنی اصلا بابک من داشتم همینو میگفتم، داشتم میگفتم که مردها فکر میکنم از لحاظ سرگشتی اینطوری شده که تبحر دارن در دین سازی، به خاطر همین ما هیچ وقت پیامبر زنی نداشتیم و زنها برعکس فالوئر بودن. اینطوری خب بعدش هم گفتم، یا اگرم داشتیم یا حمایت نشدن از طریق زنهای دیگه و سریع از صحنه دیلیت شدن. آرمین من حتی همین الان یه مثال برات، حتی تو حیوان هایی که یه چیز دیگه میگم، سوری یه چیز دیگه میگم، تو حیوان هایی که تستوسترون فیمیل از میل بیشتره این برعکسه. هایناز به فارسی چی میشه؟ هایناز شغال میشه؟ هایناز کفتار. بذار من یه موردی هم من بگم. من عجب من دارم یه جمله رو تمام میکنم. توی کفتارها اگه نگاه بکنید، تستوسترون زنها از تستوسترون مردها بیشتره و برای همین جایگاه زنها توی کفتارها اینه که مثلا آلفا میلی که مثلا تو حیوانهای دیگه داریم، توی کفتارها زناشون هستن و این زنها هستن که مثلا رئیس قبیله هستن و میخوان جایگاهشون رو توی جامعهشون جوری نشون بدن که مثلا کفتارهای زن دیگه نتونن بیان مثلا رئیس بشن و اینا، با هم رقابت میکنن که خودشون رو بولد بکنن و اینا. خیلی جالبه این همش این به خاطر هوش بیشتر مردها نیست، به خاطر اینکه آمار نشون داده که میانگین هوش مرد و زنها تقریبا نزدیک همه. فکر کنم این بیشتر احتمال داشته است که تصدیق اجازه بده سویلا من این مورد رو بگم بعد ادامه بده. خواهش میکنم ازت. خب باشه، منم حرف بزنم دیگه، اجازه بده نگردم بنویسید جا. خب ببین من اینجا به سه دوستان بگم، ببین من هرگز نگفتم اینجا آقایون به کارما اعتقاد ندارن یا آقایون دعا نویس نداریم یا افرادی که همچین حرفی من نزدم. بس سر این بودش که زنها یا خانومها بیشتر درگیر این هستن. طبیعتاً حالا نیلوفر هم اومد گفت دعا نویس افرادی که استخاره میگن اکثرا مرد هستن. طبیعتاً خب در جامعه اسلامی داری صحبت میکنی، دعا نویسا و افرادی که اصلا بحث مسئله دینی داره اکثرا مردن. قضیه جداست. اما آرمین اونجایی که داریم میگیم مردها بیشتر خرافه رو میسازن، ما فرض بگیریم به عنوان مثال، ببین یعنی یک ایده ای رو میان ارائه میدن و خانوم ها رو داریم میگه که دنبال این قضیه میرن، درسته؟ حرفت این بود من اگر متوجه شده باشم. حالا بذار من تکمیل کنم حرف آرمین رو. من این حرف آرمین رو من متوجه بذار من حرف آرمین رو متوجه شم از زبان خودش سویلا. اوکی آرمین نظر تو این بود که مردها ایده رو میدن ایجاد میکنن اون مسئله و زنها بیشتر پیروی اون مسئله هستن، درسته؟ نه من دارم میگم که اگه مردها داشتی میگفتی مردها بیشتر اینا رو حقوق نمیکنن، تولید میکنن، زورشون بیشتره. مثال من مثلا بگم، ببین از همین الان بشه اجازه بدید مرتبطه با این حرف بابک. همین الان اگر در دیسکورد در هر کدوم از پلتفرم های ما اگر ممکنه احتمالش خیلی زیاده،
اگر مسئله رو بابک بیان کنه، تعداد بیشتری رو افراد انجام میدن اون رو تا من. گرفتید منظورم چیه؟ چون بابک آقاست و من خانومم. این یه مثال خیلی سادهش بود و من مشاهده کردم و چیزی هم ندارم، پذیرفتم، چون این چیزیه که میدونم وجود داره و من تنهایی اصلا نمیتونم کاری براش انجام بدم. متوجه نکتم میشین؟ نه یعنی منظورم که اگر یک چیزی رو من به صورت غیر منطقی بیان بکنم، تو هم غیر منطقی، غیر منطقی من منطقی تر به چشم میاد. نه، مثلا تو بگی که بچه‌ها فردا همتون مثلا آرمین رو آنفالو کنید. منم اینو قبلا گفتم، ولی وقتی من گفتم فقط 3 نفر میرن آرمین رو آنفالو میکنن، ولی اگر تو بگی یهو مثلا 30 نفر میرن آرمین رو آنفالو میکنن، میتونیم اینو حتی آزمایش کنیم. اوکی، چرا؟ اما فقط برای اون قسمت از آرمین، اوکی، هنوز نه. آرمین اون قسمتی گفتی که مردها، آقایون یا جنس نر، حالا هر چی اسمشو بذاریم، بیشتر خرافات سازن. این منظورت این بود که زنها بیشتر دنبال کننده این افراد هستن، دنبال کننده این ایده ها هستن، درست هست یا نه؟ چه نظر دین بخوایم حساب بکنیم؟ بگو. من منظورم ببین دو تا چیز جدا از هم، خب فقط خرافه نه، کلا تو ارائه همه چیز مردها انگیزه بیشتری دارن که اهمیت پیدا کنن. خب چه اهمیت پیدا بکنن؟ به خاطر اینکه کشف کردن خدا نیست، یا یعنی اینکه کشف کردن که مثلا من پیغمبرم، خدا به من وحی داده که من پیغمبر. بذار من جواب تو میخوای بدم یا ندم؟ بگو. خب آرمین اگر این بخواد باشه در زمینه ایتیستی و خدا ناباوری هم باید صادق باشه دیگه، یعنی باید پیرو یا دارم همین رو میگم، فالوورهای زن باید بیشتر باشه نسبت به مرد. ببین الان عجب، خب پس من نرفت میزنم ایتیستی تابوه. ببخشید نه، حالا بذار آرمین بگه. بگو آرمین. ببین من از لحاظ آماری نگفتم که مثلا زن ها بیشتر فالوورن. خب من دارم میگم زن ها چلنج کردن، یعنی هم هزینه چلنج کردن چیزی که ارتودکس هست، چیزی که جامعه پذیرفته، هم هزینه بیشتری باید بدن اگه بخوان به چالشش بکشن نسبت به مردها، هم انگیزه کمتری دارن. خب مردها از لحاظ ذاتی چون تستوسترون دارن، چون خیلی دوست دارن جایگاه خاصی داشته باشن، فقط یه آدم عادی نباشن، یه آدم مهمی باشن، یه شخص خاصی باشن تو جامعه، به خاطر این انگیزه هاشون، به خاطر این امیالشون، میل به این که چیزی که عادی هست و به چالش بکشن یه مقدار بیشتر دارن. خب و هزینه ای هم که باید بدن برای به چالش کشیدن نسبت به زنها کمتره، برای اینکه جامعه تعیین کرده که میتونه به زنها زورگویی بیشتر بکنه و هزینه دنبال رو نبودنشون رو براشون بیشتر بکنه. خب اینکه یک مرد با دوست داره انگیزه به این داره که مثلا بولد بکنه خودشو تو جامعه، بیشتر دیده بشه تو جامعه، براش اهمیت، یعنی مردها بیشتر به خودشون فکر میکنن از به نظر میرسه از ذاتی، خب از لحاظ علمی اینا که نشون داده که به خودشون فکر میکنن که مثلا من چقدر اهمیت دارم، چقدر آدم بزرگی هستم، کی داره به من فکر میکنه، جایگاه من تو جامعه چیه، چقدر من به چی رسیدم. حتی شاه هم بشی میگی چرا من امپراتور نیستم، یکی مرد میدونی نظرم چیه، یعنی همینجوری میخوان مثل همین دانیل که الان اینجا بود، ای بزرگتر و بزرگتر میشه، میخوان همینجوری گنده تر بشه. خب یه همچین حالتای همین طرز فکری داره. خب و الان تو مثالی که زدی بابا کاملا غلطه، به خاطر اینکه جایگاه آتیزم یا بیخودی تو جامعه جایگاه به چالش کشیدن چیزی که نرم هست تو داره. خب ما الان جایگاه آتیزم، جایگاه بی خدایی، جایگاه چیزی نیست که مثلا توی دنیای چیز نرم به حساب بیاد. من میکنم توی جای مثلا، اتفاقا مثال خوبیه بابا، مکانهایی که آتیزم نرم هست، تفاوت بین مرد و زن تو بی خدایی بسیار کمتره. خب به خاطر اینکه اکثر کسایی که بی خدا هستن اونجا فقط دارن دنبال میکنن چیزی که بقیه هستن. ما اگه مثلا تو ایران نگاه بکنیم، اکثر کسایی که بی خدا هستن یک نگفتن به چیزی که نرم هست، به چیزی که ارتودکس هست، دارن به چالشش میکشن. خب و بر همین انگیزه به یه همچین کاری ممکنه تو کسایی که تستوسترونشون بالاتر باشه یه مقدار بیشتر بشه و هزینه‌ش هم برای زنها بیشتره. بله بفهم.
آرمین خب بس همینه، تو داری میگی من میگم همون افراد اومدند، همون افراد رو دارم میگم اومدند به دین که یک چیز نرمیه در جامعه نگفتند، خب یک چیز نرمیه دیگه، اما اومدن در مقابل اون کارما رو پذیرفتند، اومدن در مقابل اون فرکانس از سیارات دیگر رو پذیرفتند. خب میخوام بگم به یک چیز نرم نگفتند، اما اونو فریاد میزنند، اونو فریاد میزنن، شدیداً هم در اون فعال هستن. من حرف این حرفی که داری میزنی هیچ نقض نمیکنه چیزی که من گفتم. من نمیدونم سهیلا من و همه زنهای دنیا یک باگ داریم، یک باگ داریم، زایمان کلیگوی اگه بشه نکنم. آخه یعنی چی فکت آرمین؟ ما یه باگ داریم زایمان. زن در تمام طول تاریخ دنبال بذار بگم چرا باگ محسوب میشه تو بود اجتماعی. آره، زن به دلیل اینکه در دوران زایمان احتیاج به حمایت شدن داره، پس بنفیت دنبال بنفیت، دنبال سوده، دنبال این نیست که بیاد برای خودش درد سر درست کنه. حتی ولو اگر بداند که ایتیز درست است و حقیقت است، ترجیحش بر این است که رمال و فالگیر و فالوئر جایی باشه که براش سود داشته باشه، چون نمیخواد بجنگه. ما خودمون میدونیم چه زنها چه مردها، چون این برچسب آتئیست، خودتون همتون بهتر از من میدونید. تو کتاب ریچارد دارکینز هم فصل اول گاد ایلوژنش بود که کاندیداهایی که در امریکا برای نمیدونم چی بود، برای انتخاباتی کاندید شده بودن، حتی هم یعنی تیف ال جی بی تی کیو، از ایتیست ها بیشتر رأی آورده بودن. خودم زن میاد خودشو، یعنی دیگه خیلی باید مطالعه کرده باشه، سر نترس داشته باشه، خیلی از باگای احساسی رو در خودش تونسته باشه کنترل بکنه. و دیگه یا ببینید، من در مورد مثلا خودم مثال بزنم، نمیتونم بپذیرم، نمیتونم قبول کنم، نمیتونم باور کنم، میدونید؟ بنابراین دیگه در سبک زندگی مشخص میشه. متوجه منظورم میشید؟ خیلی از زنها ندارن این توانایی رو، در خودشون نمیبینن که بخوان در بعد اجتماعی بیان یه چنین چیزی رو اعلام کنن. ممکنه تو دل خودشون این رو قبول داشته باشن، ولی حتی جرأت سعی کنیم در برای همه زنها نگیم، همه زنها، چون ما نمیخوایم نماینده برای همه زنها اینجا کسی بیاد نمایندگی بکنه، درسته؟ نه، نمایندگیشون من نکردم تا آرمین. من دارم اون چیزی رو که ببینید، یه سری چیزا آمار، علم آمار خیلی مهمه. من از لحاظ آماری بگیم اکثر نه همه. آره اکثر. از لحاظ روی سری مسائل از لحاظ آماری خیلی دقت میکنم، مثلا مسائلی که برای خودم مهم بوده یا تو چالش بوده تو زندگی خودم، خیلی دقت میکنم، خیلی سعی میکنم با آدمای مختلف که در شرایط یکسان هستن صحبت کنم. نگاه کمیتی و کیفیتی دارم به دلیل رشته تحصیلی، میخوام از توش یه تعدادی مثلا در بیارم ببینم اکثریت چیه. باید مراقب باشیم بخاطر اینکه خیلی ها اکثریت و از آمار استفاده میکنن و اکثریت ها رو پیدا میکنن و یه جوری درباره اکثریت صحبت میکنن انگار کلیگویی میکنن. خب شما نگاه بکنین، اگه آمار مثلا نشون بده که 70% زنها مثلا این طرز فکرشون بیشتره، خب خیلی ها میان این آمار رو نگاه میکنن، بعد همه زنها رو به این شکل قضاوت میکنن. خب ما 30% که اینجوری نیست، 30% خیلی زیاده، میدونی نمیذارم چیه؟ 30% خیلی زیاده، یعنی مثلا این یکی دوتا استثناء که نیست. یعنی من برای همین ما باید فردگرا باشیم، هر کسی رو جدا قضاوت بکنیم. ما بعض این آمارا رو اگه نگاه بکنیم به نتیجه‌های کلی برسیم، میایم مردم رو به خاطر مرد بودن و زن بودنشون قضاوت میکنیم که پس تو حتما اینجوری فکر میکنی چون زنی، یا تو حتما اینجوری فکر میکنی چون مردی. باید خیلی مراقب باشیم. خیلی مثال دارم میزنم سهیلا جان. خب من مثلا میگم اگه آمار داشته باشیم که یک مثلا زنها مثلا 70%شون اینجوری به فلان چیز بیشتر علاقه دارن تا فلان، به A بیشتر علاقه دارن تا B، خب ما بعد میایم این آمار رو برمیداریم میگیم اکثر زنها A رو از B بیشتر دوست دارن، بعد مردم یه جوری از این بعد یه جوری صحبت میکنن انگار همه زنها A رو از B بیشتر دوست دارن. خب و این این ظلمه به اون 30%. برای همین کاربرد فردگرایی همینه، چون ما این آمار و آمارها رو خیلی جمع‌گره ها استفاده میکنن برای نتیجه گیری های بسیار کلی و سیاسفید.
ما هر کسی رو باید جدا از بقیه بیایم قضاوت بکنیم و دربارش صحبت بکنیم به عنوان یک فرد، نه قسمتی، نه بیایم دربارش اینجوری صحبت بکنیم که انگار تمام تمام آرمان‌هاشون، تمام انگیزه‌هاشون، تمام عقده‌هاشون، تمام همه این چیزها میشه تعریفش کرد بر اساس این آمارهایی که داره درباره اکثریت صحبت میکنه، نه به طور کل. آرمین یه سوال. من تعداد زیادی از دوستانم در نقاط مختلف دنیا اثر ملیتی اتیست هستن، خانومم هستن، خیلی هاشون هم مثلا ایرانی هستن یا افغان هم یا تاجیک، هم زبانان خودمون، خب ولی اینا نمیان صحبت کنن. چرا نمیان؟ ببین مشکل سهیلا، من از این روش‌های فکر تو یه مقدار نگرانم. تو همینجوری این استفاده داری آمار رو نگاه می‌کنی، بعد زندگی شخصی خودت هم داری نگاه می‌کنی، بعد داری درباره یک سری افرادی بر اساس این آماری که نگاه کردی داری نتیجه گیری می‌کنی. خب من این دلایلی آمار این امکانه میده، خب آمار این امکانه میده ولی علمیه. ولی امکانه نه علمی، اصلا علمی نیست با خاطر چرا جامعه نمونه من بذار من حرفو بزنم. نه آمار من سوال کردم جواب دادم. ببین تو وقتی این کاملا غیر علمیه، خب وقتی که مثلا فرض کنین که داریم آمار داریم نشون میده که اکثریت یک گروهی به این دلیل به این شکل فکر میکنه، به این نتیجه میرسیدن، بعد ما میایم تو زندگی شخصی ما نگاه میکنیم میگم ای این شخص ای توی همون گروهی هست که من تو آمار دیدم و اون آمار داره نشون میده که اکثریت هم میتونه 51% هم باشه. ما به 51% هم برسیم بهش میگن اکثریت. خب میگه اکثریت این افراد به این دلیل به این نتیجه رسیدن، برای همین این دوست من که تو اون گروه هست به این نتیجه رسیده، حتما دلیلش اینه. این کاملا غیر علمیه. خب ما بر اساس همون آماری که نشون دادیم میلیون ها نفر وجود دارن که اصلا این استدلال براشون درست نیست. این دوست شما ممکنه تو اون گروه توی اون اقلیت قرار بگیره، تو اون 49% قرار بگیره، یا حتی ممکنه تو به این نتیجه رسیده باشه به خاطر یه سری دلایل دیگه. برای همین ما نباید انسان‌ها رو فقط جدا جدا به عنوان فرد نگاه بهشون بکنیم، همه‌شون رو جزء یه گروه بهشون نگاه. این ضعف جمع‌گرایی به همینه. آمار هم بسیار خطرناک است اگه از اکثریت استفاده بکنیم برای تقویت جمع‌گرایی. فردگرایی قدرتش به اینه که هر کسی رو مستقل از بقیه داریم قضاوت می‌کنیم. من باید موافقم، ولی چرا وقتی که ما دو نفر خودمون هستیم، مثلا با دوستم خانم ایکس با من موافقه، اعلام موافقت میکنه، با من بحث گفتگو میکنه، خیلی جاها با هم هم نظریم، خیلی جاها با هم نقد میکنیم، ولی وقتی بهش میگم بیا کلاب هاست نمیاد، بهونه میاره، نمیاد توی هم صحبت کنه. شما هیچ نتیجه ای نمیتونیم بگیرین از آمار که چرا شما از استفاده از آمار شما برای اینکه دلیل بیارین، مگر اینکه این دوست شما به طور خیلی واضح و رو راست به شما بگه، یا شما توانایی خوندن مغز یه نفر دیگه داشته باشین. بغیر از این دو حالت شما نمی‌تونید. خب پس سهیلا جان قشنگ میگن. خب بگو چی میگن. پس چه ربطی با آمار داره؟ پس اصلا احتیاج به آمار نداری. داره بهت میگه. چه ربطی با آمار داره؟ داره بهت میگه. خب تو تعداد وقتی که یک جواب در مقابل یک سوال تکرار میشه، یا آمار بالا به دست میاد دیگه به صورت خودکار. من دارم میگم قضاوت شما فقط باید بر اساس این چیزی باشه که این شخص داره به شما میگه، اگه به صداقتشون اعتماد دارین. ربطی به آمار نداره. شما اگه از آمار بخواین استفاده بکنین برای نتیجه گیری روی این شخص، کارتون اشتباهه. میتونین بگین که احتمالش رفته بالاتر که دلیلش اینه، خب و نمیتونین بیاین نتیجه گیری بکنین که از آمار برای نتیجه گیری. نمونه تون یکه. شما اگه نتیجه گیری من نتیجه گیری نکردم بابک، میگم بابک آرمین، من یک سوال رو در یک ببین یه کانسپت ایتیسته، 30 تا خانم ایتیسته فارس زبان میشناسم، اینو بهشون گفتم بیاید فلانجا صحبت کنید، از 30 نفر 25 نفر، حالا نه 25 شاید 23-24 نفرشون به صورت غیر مستقیم نمیشه، وقت ندارم، نت ندارم، نمونه شما رندومایز نیست، برای نتیجه گیری خوب نیست. من قبول دارم حرف تو، منم در مورد منم نتیجه گیری کلی نکردم. من الان از اولش دارم تاکیدم چیه، دارم میگم که آدم هایی که من باهاشون، جامعه نمونه‌ای که من باهاشون در ارتباطم، من اصلا این اصلا چیز نیست، این اصلا نمیتونه علمی باشه اصلا. این یک نیست. مثال بود فقط. آره نیست، من که نگفتم علمیه، مثال بود فقط. گفتی مثال علمیه. مثال بود فقط. خب. نه، گفتم آمار، استفاده از آمار علمیه. نگفتم استفاده از آمار هم میتونه غیر علمی باشه. برای همین من بیشتر اعتقاد دارم کسایی که بهتره که ما از
تحقیقایی که شده و پیر ریویو شده استفاده کنیم به جای آمار. چون مردم خیلی از شما اکثر ماها تجربه برای بررسی آمار نداریم. ما اگه با آمار نگاه بکنیم یه سری چیزایی رو به هم وصل میکنیم که اصلا هیچ ربطی با هم ندارن و نتیجه گیری اشتباه میکنیم. خب برای همین نگاه کردن به آمار جالبه، ولی باید مراقب باشیم. بهتره که از کس محققینی که میان از آمار استفاده میکنن و به نتیجه میرسن بریم از تحقیقات اونا استفاده بکنیم، به جای اینکه خودمون به آمار نگاه بکنیم و از این آمارا نتیجه گیری بکنیم. البته نمیگم به آمار درسته... نگاه نکنیم نه اتفاقا حرفت درسته، نه تنها حرفت درسته، بلکه اصلا نباید فقط به روشهای جامعه شناسی که آمار مدار هستن نگاه کرد. ما اصلا احتیاج به بیولوژیستا داریم، ما احتیاج به کسایی داریم که در مورد آگاهی و ذهن و نمیدونم کارکرد مغز نورولوژیستا و اینا داریم که اصلا ما باید اطلاعاتمون در کنار اطلاعات اونا قرار بگیره تا بتونیم راستی آزمایی بیشتری بکنیم تو بعد جمعی مخصوصا. وگرنه ساده ترین چیزی که ساده تنهایی نمیتونه کاری بکنه. ببین correlation is not causation به فارسی چی میشه؟ ببین همین ساده ترین چیزی که دو تا چیز با هم میره بالا معنیش نیست که یکیش باعث یکی دیگه شده، یکی از ساده ترین چیزهایی هست که اکثر کسایی که آمار خوندن میشناسن اینا، ولی اینو خیلی ها نمیدونن. میگن x رفته بالا، y هم همون زمان رفته بالا، حتما x باعث y شده. یعنی انقدر ضعیف هستن مردم تو خوندن آمار. برای همین من توصیه نمیکنم که برین شما خودتون از آمار نتیجه گیری بکنید وقتی که انقدر ضعیف هستن. و هستن همه. درسته؟ درسته. خروجی های آماری هم خیلی اوقات اوریب داره، بایاس داره، نمیتونم خطا داره، اینا همه هست. من که گفتم اصلا بحث این من یه نکته کوچولو از یک در واقع تجربه شخصی رو گفتم، یعنی آره همبستگی، آره بعدش هم که همبستگی به معنی علیت نیست بکنم اینجور بگم. نه همبستگی در آمار، همبستگی در آمار رو گفت. همبستگی میشه correlation؟ من حالا حضور ذهن ندارم بچه‌ها. خب اگه همبستگی میشه correlation، اینا بفهمید، همبستگی با وابستگی فرق داره. آها درست، مرسی دیگ. همبستگی به معنی وابستگی نیست، ترجمهش میشه این همبستگی توی آمار هم... به معنی وابستگی. دقیقا ما اصلا تو آمار یه ذریب همبستگی داریم، یادمه که فرمولی بله آر میشمین آر. آره ببین الان من اصلا در مورد تجربه های شخصی صحبت کردم، اصلا داده علمی ندادم، فقط داشتم یه پونتم فقط این بود که داده های آماری علمیه، همین مثلا همینو گفتم، نگفتم حرف من علمیه، چون جامعه نمونه من جامعه نمونه کوچیکیه، یعنی اصلا جامعه نمونه محسوب نمیشه، جامعه دوستان فارسی زبان ایتیستیه که تازه فقط من باشون ارتباط دارم، یعنی خیلی دامنش محدوده. و ولی بازم برمیگردم به اون نکته اولت، زنها در فعالیت‌های اجتماعی بسیار تأثیرتر از مردها هستند، به این دلیل که قدرت در جوامع به مردها از اول داده شده و مردها خوب بلدن چطور چیزی رو حقنه کنن. و یه نکته دیگه برمیگرده به این بیولوژی زنها که به دلیل از لحاظ بیولوژیکی، به خاطر اون دلیلی که باید زایمان کنن و اینا، احتیاج به مراقبت بعد از زایمان دارن. اینجاش دیگه بیولوژیه دیگه، چون کودک انسان از وقتی دو پا را میره ناقص به دنیا میاد، هم مادر هم کودک احتیاج به چیز دارن، نگهداری و مراقبت دارن. مرسی که من وقت دادید. میل به امنیت داری اشاره داری میکنی به میل به امنیت، برای همین ریسک پذیریشون کمتره. آره وقتی که توی خانواده پسر خانواده با والدین دعواش میشه خیلی راحت درو میکوبه میره بیرون تا دختر خانواده، چون اون بیشتر در جامعه احساس امنیت داره. زن در جامعه به اندازه مرد احساس امنیت نداره. میل به ریسک مردم بیشتره به خاطر اینکه انگیزه به توجه هورمون انگیزه به توجه جامعه به خودشه. کامیونیتی هم بیشتر داره، بیشتر ارتباط داره، چون بیشتر تو جامعه است. زن کمتر تو جامعه است، دسترسی هاش بیشتره. نه ولی مرد معمولا دوست داره یه ریسک بزرگی انجام بده که دیده بشه، یعنی حاضر هزینه بزرگی انجام بده که دیده بشه، به این علاقه مرد علاقه داره که بزرگ زن دغدغه‌ش این نیست. آره زن اولویت اولش همون میگم دیگه، به خاطر فرگشت متفاوتش و شرایط بیولوژیکی متفاوتش، اینا خیلی موثره توش. مرسی سهلا جان. خواهش میکنم، خوشحال شدم. من میرم پایین تا نفر بعدی بیاد. ممنون، خدافظ.
خداحافظ. خیلی خوش اومدید.